10 تا از کاربردی ترین بلندر یا همون افسونه بلندر رو توی این ویدیو میریم که با هم بررسی کنیم توی نسخه 441 <مزان> خب اول از من نحوه نصب این اعدان یا هم افسونه پلاگین بهتون بگم قبلا توی کانال گفتم یه باری برای کسایی که نمیدونه از قسمت ادیت وارد قسمت پرفرمنس میشیم و قسمت ادان اینجا شما کلیک میکنید و حالا توی نسخه قبلی این این بخش وجود داشت ولی توی نسخه جدیدتر باید روی این فلش بزنید اینجا دو تا گزینه میارین که قسمت اول ریفرش کردن موقعی که ادانتون نصب کنید و هنوز اینجا به شکل لیست شده نشون نمیده میتونید روی ریفرش بزنید که بهتون نمایش بده و قسمت دوم برای نصب این افسوناس روی این استال فرام دیسک من میزنم و میرم توی اون فولدری که پلاگین یا همون افسونه هام رو دانلود کردم و مرتب اینجا دسته بندی کردم میتونم روی هر کدوم از این ادان ها کلیک کنم به عنوان مثلا من روی یکی از اینا کلیک میکنم و به شکل فایل زیپ هم هست ببینید وقتی دانلود میکنید اینجا هم زده فایل زیپ ولی خب یه سری سایت ها که دانلود میکنید اول میتونید یه اکسترکت کردن اولی انجام بدید چون از سایت دانلود کرد اون خب فرق داره ولی خب دارم بهتون میگم که به شکل زیپ هست و از اینجا روی اینستال برام دیسک بزنید اینجا براتون لیست میشه ببینید الان این لیست ادونه من هست که اینجا نصبش کردم و روی هر کدوم از اینا که این تیکش هم اینجا زده بزنید میتونید این رو حذف کنید و غیر فعالش کنید ببینید اگه میخواد ببینید که کجا دقیقا نصب میشه من اینو خورده بزرگتر کردم اینجا آدرس رو داده خب به این آدرس میتونید برید از اونجا هم میتونید دستی حذفش کنید خب اولین افسونه ای که میتونم بهتون پیشنهاد بدم اگه درست تلفظ کنم بولترون از این بخش دارید میبینید که این آپشن ها رو اینجا داره حالا کاربردش چیه ببین اگه بخوایم همین جوری ما عملیات بولیان کردن رو از توی خود بلندر انجام بدیم از قسمت مادیفایر ها خب اینجا ما گزینه بولیان و سایر ابزارهای مادیفایر رو داریم خب اما بخوایم خیلی سریعتر این کار رو انجام بدیم بذارید من اول یه آبجکت دیگه بیارم چون این برای بولیان کردن باید حتما دو تا آبجکت مستقل از هم قرار داشته باشه خب ببینید کاربردش چیه من میتونم روی این اسفیره بزنم کره و بعد روی این شیفت نگه داشتم و خب شیفت نگه داشتم و روی این مکبه میتونم بزنم و از اینجا بولین دیفرنس رو بزنم ببین میاد کمش میکنه یک حجمی رو از یک حجم دیگه میاد کم میکنم مثلا از همین کپی میگیرم و میارمش اینجا و میتونم این رو بزنم و اون قسمتی که من از نمای وایر فریم بهتون نشون بدم ببینید این قسمت رو اون جایی که مشترک هستن رو اگه روی دیفرنس بزنیم میاد و برای این یکی آبجکت میبره خب توی مدل سازی خیلی کاربرد داره و گزینه های دیگهش چیه ببین من روی یونین اگه کلیک بکنم میاد و این رو به یک آبجکت یعنی دو تا آبجکت مستقل بود میاد و تبدیل به یک آبجکت میکنه مثل همون کنترل J توی کار خودمون میمونه که کنترل J میکنم و جوین میشه اینجا میتونید این رو ببینید که اول دو تا بود و من کنترل زد کردم بذارید اینجا اینم کیبورد رو فعال کنم که شما ببینید من چه حروف و عدد اینا رو میزنم این از این و گزینه آخر ببینید این آیکونش هم اینجا زده که اون مفهوم و تعریفش رو هم از اینجا ببینیم خب این میاد چیکار میکنه اون مشترکی که بهتون گفتم بذار من یه بار کنترل زد بزنم و از این نمو ببینید وقتی دوتا تا مکعب رو میاریم و داخل هم فرو میکنیم یه وحش مشترک اینجا دارن که خب میتونه ازش کم کنه میتونه به همدیگه دیگه جوین بکنه و یا میتونه در حالت آخر این وسطش رو فقط برای ما بگیره و بذاره که باقی بمونه و اون آبجکت کلی رو کلا برای ما حذفش میکنه خب کاربردش این خیلی کاربردیه توی مدل سازی و حتما به دردتون میخوره خب یه گزینه اینجا هم داریم اسلایس یا همون تیک برش اینو که بزنم ببین دو تا آبجکت هست خب میاد و از این یکی آبجکت از این یکی کیوبه اون حجم مشترکی هم که داره میاد و به شکل یک تیکه نگه میداره یعنی برش میزنه ببین الان بیارم, بیارم بیرون این یه کشو شده خب و این رو بر ما حتی نگه میداره اینم این, این گزینه رو بر ما گذاشتن که میتونیم ازش استفاده کنیم خب افسونه بعدی ترانسپورتیشن هست که من آموزشش رو توی همین کانالم هم گذاشتم لینکش هم بذارم قسمت دیسکریپشن میتونید ببینید برای وسایل نقلی است فقط هم ماشین نیست ببینید وسیله نقلی مختلف داره موتور داره دوچرخه داره و قایق داره ببینید قسمت مربوط به هواپیما و هلیکوپتر و کلا ماشین های اسپورت و چیزهای مختلفی توش قرار داره خب از همینجا من اد رو میزنم که خیلی سریع میاد و ایمپورتش میکنه اینجا دوتا گزینه لاپولی و اشتی هم داره ها. که میتونید روی اون پالیگاناش اینکه این که میخواید حجمش کمتر باشه کیفیت تر باشه یا با کیفیت تر باشه میتونید انتخاب کنید روی چه موقعیت قرار داشته باشه میتونید روی تیر کرسر هر جا که تیردی کرسر گذاشتید میتونید روش ان... و اد کنید که اونجا قرار بگیره و یه قسمت هم اینجا داره ببینید اگه من اینو بذارم بالا البته من توضیح کامل رو دادم و قبلا حالا یه اه... کلی بهتون بگم اینجا اسنپ رو که بزنید ببینید وصل میشه به زمین و برای انیمیشن هم اینجا مک ادیتیبل فور انیمیشن رو میزنید و روی این فلشه که شما بزنید از این قسمت روی پوز مود میتونید این ها رو تکون بدید خب این قسمت خیلی قشنگ انیمیت میشه و قسمت بالا ببینید به این شکل و این قسمت هم برای دیریفت کشیدن میتونه براتون کاربردی باشه خب این قسمت هم رنگش رو رنگ ماشین رو میتونید تغییر بدید هر رنگی که میخواید اد رو میزنید و قسمت مربوط به اچ آی هم داره چند تا اچ داره میتونید از اینا استفاده کنید و بیاریدش دیگه توضیح اضافه نمیدم چون اینا رو من کامل قبلا توضیح دادم و اینجا فقط ما معرفی ادون ها رو بهتون میگم افزونه بعدی که میتونم بهتون پیشنهاد بدم برای درست کردن جاده کلا شما چند تا ساختمان مثلا اووردید و اینجا میتونید تعداد ریپیتش تکرارش رو انتخاب کنید و کافی که روی ستاپ بزنید ببین من بخش متریال رو که بیارم خودش متریال رو برای من میاره خب میتونه مثلا یه دونه جاده باشه کوچه باشه اتوبان باشه میتونید این رو بیارید و یه سری تنظیمات داره ببین خیلی سریع میاد و این تنظیمات رو مثلا پیاده رو روش اعمال میکنه خب و درخت میتونید بذارید اینجا ببینید همون ماشینه که همون ادون ترانسپورتیشن بود میتونم بیارم بذارم اینجا و خیلی سریع میتونم یه همچین جاده ای رو درست کنم و اینجا فنس رو که بزنم برای ما فنس میار و این قسمت پایین لایت و میتونه به شکل یک پل باشه اینو میتونید بیارید با تنظیمات مختلف دیگش افزونه شماره چهارم بوتانیک رو میتونم بهتون معرفی کنم برای پوشش گیاهی و درختان و گلا میخواید چمن درست کنید درخت بیارید و از اینجا میتونید اد رو بزنید با کیفیت خیلی بالا هم براتون میاره خب ببینید مثلا من یکی دیگه میارم اینجا نمیخوام کالکشن حالا براش درست بشه و هر چند مقدار که خواستید میتونید اعمال کنید و اینجا روی حالت هم برم که اینو با نهایت کیفیت ببینید خب و چیزهای مختلفی داره هر کدام از اینه یه لیستیه که اینجا هم چهار فصل و داره میتونید انتخاب کنید که برای چه فصلی میخواید ببین برفی هم داره درختی که روش برف نشسته بهاری باشه پاییزی باشه همه رو اینجا داره ببینید درخت های پاییزی اینجا داره برگاش زرد شده باشن و گل و گیاه داره میتونید گل و گیاه بیارید دیگه اینجا گاردن رو داریم و چمن و چیزهای مختلف برگ و قارچ و اینا رو همینجا داری بزنید من این خوری بزرگ کنم از اینجا ببینید و گلدون هم داره یه گلدون ات کنم اصلا من تا حالا اینجا گلدون نیه برده بودم سنگ هم داره میتونید سنگ بیارید خب سنگه خیلی سنگینه دیر اصلا لود کرد من اینو حذف کنم تخت سنگ حجمش سنگینه و از این درخت ها ببین اگه عکسش رو نمیاره روی یکش همینجوری بزن و دوباره برو دوباره عکسش لود میشه خب ممکنه که یک باگ باشه که اول عکسش رو نیاره یه چند بار که یه حالت ریفرشه. ریفرش ریفرش کنی اوکی میشه از اینا داره از اینا برای مناطق بیابونی و نخل و اینا ببین همه نوع میبینید تو همه موضوعات مختلف داره برگ و وید خب اینو من دیلیت کنم افسونه شماره پنج فیلیپ فلوید برای درست کردن آب و کلا دریا و اگه میخواید مثلا یه جایی مثلا میخواد یک سیلی بیاد و یک جریان آبی باشه یک رودخونه باشه میتونید از این ادان استفاده کنید شماره 6 اسپایدر فای میایم و مثلا یک دسته از پرندگان رو اینجا من اد باکس سیستم رو میزنم و ببین دسته از کلاغ رو اینجا برای من میاره این هم من آموزشش رو گذاشتم و اینها رو ما میتونیم کنترل و هدایت کنیم که از چه نقطه به چه نقطه دیگه بره و چیزای مختلف داره مثلا اینجا مورچه ها رو من میارم ببین اد کنم اینجا کلونی از مورچه ها رو بر ما میاره توی دوره جلوه های ویژه من یک صحنه درست کردم که برای انکبوت اونجا توضیحات تکمیلی رو گفتم شماره هفت پارتیکل سیستم برای ایجاد افکت های نوری ببین برای درست کردن پورتال و یه سری افکت های جذاب اینجا داره مثلا همین اولی رو من اد رو بزنم ببین اینجا خودش برای من به شکل آماده یک سری افکت های نوری رو میاره که برای اینکه حالا مثل این درخشنده باشه باید بریم تو قسمت کامپوزیت و اینجا یوز نود بیایم و افکت گلی رو بهش اضافه کنم و بلو رو این که بزنید و یه خروجی رندر که بگیرید این افکت نورانی روش اعمال میشه دستبندی های مختلفی داره یه حالت مثلا پورتال اینجا داره تو حالت رندر که برم ببینید یه حالت این درخشندگی شما من گه این ور اونور که برم میتونم ببینم ببین همین پیری هست این کتاب از افکت های نوری رو میتونم اینجا ببینم که خب من روی اینا که کلیک میکنم میتونم رنگش رو تغییر بدم و سایزش رو که به شکل داینامیک باشه یا استاتیک باشه اینجا یه سری تنظیمات رو هم برای من داره لایف تایم شده باشه همون تنظیمات پارتیکل که قبلا بهتون تو دوره جامع بتون گفتم اینجا اینجا قسمت پارتیکل خب همون تنظیمات رو اینجا داره و از اینجا هم میتونید انجامش بدید و روی کلر رو که بزنید پاک میشه دوباره میتونید افکت های دیگر رو از اینجا بیارید به مثلا یکی رو این سنگین تر. این چیه پورتاله من رو پلی کردم به این شکل اولش اینجوریه و بعد به این شکل بر ما لود میشه اما یه افزونه خیلی کاربردی برای شکستن و تخریب اجسام میتونم این ادن کابوم رو بهتون معرفی کنم ببین تنها کاری که باید انجام بدید روی آبجکت کلیک میکنید و اینجا مقدار شکستگی خب کانتش مثلا روی 100 تا به شکل پیش فرض من روی همین قسمت فرکچر میتونم بزنم و برای من میاد و نواحی شکستگی ها رو میاره ببین میتونم جدا کنم خب به شکل رندوم میاد انجام میده و البته بچه ها هم داره ببینیم من این اینو جدا کنم یه متریال سنگی پشتش قرار داره و یه دونه اگه پلن اینجا بذارم ببینیم قسمت بلستر رو داریم که میتونیم تعیین کنیم که از چه نقطه وارد چه و چه نقطه البته اینو آموزشش رو گذاشتم وارد که بهش برخورد کنه و عملیات شکستگیش انجام بشه یه بخش دیگه هم اینجا داریم که خب اینجا بعد ست پسیو رو من به این بدم که بشناسه خب به این راحتی و به همین سرعت میتونم بهش شکستگی رو اعمال کنم خب تنظیمات دیگه ای داره که مثلا اگه بخوام یه دبریز از این سنگ خورده بش اضافه کنم اول باید یه دونه بیک بگیرم بیک تو کیفره میذارم که یک بیک کلی بر من بگیره و صبر میکنم که بیک کردن تموم بشه یه خوبی کم که داره ببین وقتی بیک رو میگیره دیگه میتونی قشنگ جلو عقب کنی توی فیزیک حتما ما باید بیک رو بگیریم و این قصه رو می‌خواستم بهتون بگم اد دبریز من میتونم اینجا بزنم خب یه سری سنگ خورده هم اینجا ما میاره خب بذار یه بار دیگه من کنم البته کار نمیکنه باگ داره توی همین نسخه هم کار نمیکنه متاسفانه و همین افسونه شماره 9 ایجاد شکستگی و فرو رفتگی ببین من یه از این یو وی رو میارم و کنترل دو شید اسموس خب کنترل دبلی رو میزنم اینجوری کار میکنه وقتی میارید ببین این قسمت سمت چپ زده که چه کلیدی رو شما بزنید که چه کار میکنه مثلا اس رو اگه بزنم روی نویزش کار میکنه ببین صفر و صد خب نویزش میخواد چقدر باشه اینجا میزنید تی رو بزنم ببین میزان اون زخامت شکستگی و تورفتگیش رو میتونید تنظیم کنید ببین من میتونم چند بار این کار رو انجام بدم یه بار میذارم کلیک میکنم و دوباره کنترل دبلیو رو میتونم بزنم و دوباره یه شکستگی دیگر رو براش ایجاد کنم و این بار مثلا کمترش کنم خب آپشن دیگهش مثلا آر رو که واضحه دیگه روتیشن و بی رو که مثلا بزنم این حالت بند بهش میده خم شدگی روش ایجاد میکنم و جی رو بزنم کلا موو میکنه تکونش میده سی رو بزنم برمیگرده روی نقطه مرکزی و کنترل اگه نگه دارم با غلطک موس میتونم باز زخامتش رو براش تعیین کنم خب میتونید با این کار کنید و یه سری احجام شکستگی رو, رو, روش ایجاد کنید ببین من الان اینجا یه چند تا از اینا میتونم بیارم و به این شکل درش بیارم و افزونه ای آخر شماره ده ریل تایم متریال هست که کتابخانه از متریال مختلف رو اینجا برای ما داره خب یه دونه کیوب بیارم اینجا ببینید که من اد رو که بزنم رو قسمت متریال ببینید بلا فاصله لود میشه اینجا هم تنظیمات خودش که میتونه رنگاش رو تغییر بدید و و با این ابزار رو کار کنید نخواستیدم از اینجا میتونید دیلیتش کنید و دوباره یه متریال دیگه از اینجا براش بیارید خب و ببین توی موضوعات مختلف ماتریال های مختلف داره مثلا اینجا مربوط میشه به پارچه لباس اینجا مربوط میشه به گلس قسمت شیشه ای بذاری کشو عد کنم بینیم چجوریه به این شکل و قسمت مربوط به چرم متال فلز و آهن و اینا ببین اینو من حد کنم اینجا یه خورده سنگینه طول میکشه بیاره یه یعنی همچه متریالی میتونیم آماده بش بدیم و اینجا میتونیم کار کنیم که اون شکستگی ها ایناش به چه شکلی باشه خب اینجا میتونیم تنظیمش کنیم این چیزهای مختلف داره حالت ارگانیک داره و پینت رو اینجا داره حالت دیوار و سنگ و سورفیس و حالت یعنی ماهیت چوبی رو هم اینجا داره ببین اد که میکنم میخوره باید وایس هم تا اد بشه خب ده تا از بهترین و کاربردی ترین ها رو توی بلندر بهتون گفتم این نسخه بچه ها چهار چهار که اینجا این ادونا رو که نصب کنید باگ نداره و کاملا کار میکنه خب حتما توی کانال تلگرام اگه عضو نیستید عضو بشید چون من فایل پروژه و اعدان ها رو اونجا میذارم میتونه دانلودش کنید اگه اعدانی رم نمیذارم چون حجمش خیلی بالاست و اولی خب لینک سایت رو بهتون میدم که از اونجا برید دانلودش کنید خب این اعدان کار میکنه و میتونید نصبش کنید اگر هم میخواید توی دوره شرکت کنید دو تا دوره در حال حاضر هست دوره جامعه بلندر سفرصد بلندر که پایه و مقدماتی تدریس میشه و دوره بعدی هم دوره حرفه‌ایه صفر تا صد جلوه های ویژه است تریلرش رو لینکش رو میذارم تو قسمت دیسکریپشن میتونید ببینید و کسی اگه خواست میتونه توی دوره شرکت کنه میگم حتما توی کانال تلگرام عضو باشید که اونجا کلا اخبارا و فایل ها اونجا آپلود میشه و همین دیگه اگه اعدان خاص دیگه مدنظرت هست افسونه ایگه دیگه ای رو در نظر داری که من نگفتم و خودت پیشنهاد بده توی کامنت برای من بنویس که هم بقیه بخونن و من هم کامنتتون رو بخونم لایک و ساب یادتون نره تا یه ویدیوی دیگه فعلا